بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك ولعن أعداءهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا فار الله وابن فارغ والوتر المكتوب، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من غتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبو عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية غاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب فارك مهما من منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبو عبد الله، إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ظالك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. فرئت إلى الله وإليكم منهم، فأنت غرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحر وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم.
أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم غدما صدقا في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني قلب فاري مع إمام الهدى ظاهرا ناطقا بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني لمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك طلبات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدع به أولا
ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد شمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد عند الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزقهم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على وليك حسين بن علي بن أبي طالب عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف حاء يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. در شب‌های گذشته پیرامون این آیه شریفه که سوره مریم را با اسم حاصل الشهدا و بقایع کربلا خداوند متعال بیان نموده و آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه این آیه شریفه را تفسیر کردن برای بی بی زینب سلام الله علیها. چه آیه که درباره آسید و شهدا علیه السلام اونم داره آقای مؤمنین صلوات الله و سلام علیه برای بی بی زینب سلام الله علیها داره ازید. اینکه خود بی بی زینب هم در این بقایع هست. در شبهای گذشته نقش شد که از آقا امیرالمومنین که فرمودن کاف یعنی کربلا ها یعنی هلاکت اخیک الحسین یعنی در روز کربلا که ما امشب شب عاشورای حاصل شهدا مانند فردا روزی تمام اصحاب با وفای آسید الشهدا علیه السلام و بیش از 18 تن از بنی هاشم از فرزندان آسید الشهدا از اصحاب برادرای ایشون فرزندان امام حسن و از تمام فامیل شهادت میرسن قبل از خود آسیه شهادت شهید بشن. تا فراموش نشده این را عرض کنم خدمت شما. بقای اسلام به کربلا
حالا نگاه بکنید در این رسانه ها از دیروز شروع کردن جمعیت کروه بالملایین، میلیون ها نفر دارن میان طرف اومدن طرف قاصد شهدا. یعنی در حقیقت به طرف عرش خدا دارن میان. همونطوری که در شب اول نقش خدمتتون سر در عرش خدا، که مهمترین چیزی که در داخل عرش ها نشان میدهد، که اصلیت عرش را نشان میدهد، قاصد شهدا برای اینکه الاسلام و محمدی الوجود و الحسینیت البقا، وجود اسلام، شروع اسلام از طرف ذات مقدس حیات به دست خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و بقای اسلام حسینیت البقا الاسلام و محمدی و وجود الحسینیت البقا. خیلی از علمای ما و محبین اهل بیت قبل از الله اکبر تکبیرت الاحرام نماز میگویند السلام علیک یا ابا عبد الله، اگر سید الشهدا نبود در کربلا شهید نمیشد، استقامت نمیکرد در مقابل یزید و یزیدیان و معاویه صفتخان و ابو سفیان صفتخان. اسلامی وجود ندارد. در زمان پدر یزید آیت الله علیه معاویه اونایی که مخالفش بودن، مخالف سیاسی بودن، میگرفت با انگشتای خود چشماشون رو در میآورد، دستور میدن دستشون رو قطع بکنن، بعضی ها پاهاشون رو قطع بکنن تو بازار، هم عبرت بشه برای مردم، هم از بینشون ببره، هم ترس مردم. اصلا اسلام دیگه وجود نمیخواد بیدانه میشد، مسلمون بیدانه میشد. و یزید لعنت الله علیه نماز صبح را چندین رکعت اضافه نکنه برای اینکه مست بود، حوزه های از شراب داشت. این مسلمان، این خلیفه پیغمبره یا کسی که در مقابل یزیدیان و یزید استقامت کرد، اون اسلام ما را گرد. همونطوری که در شب گذشته نقل شد درباره عصمت سید الشهدا، درباره امامت ائمه علیهم السلام، قرآن کریم و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. خداوند متعال در قرآن کریمش می‌فرماید ما انتخاب کردیم، ما قرار دادیم، ما پرورش دادیم ائمه علیهم السلام را که چیکار کنن؟ یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، چون که صبر کردن با آیات ما یقین داشتیم. اصل امامت سب و یقین به آیات خداوند است، و این دو کلمه سب و یقین بالاترین مبین بالاترین مقام آدمی است که امام باید از جهت کمال عقلی به معرفت و یقین به آیات پروردگار که جمع مضاف به آن ذات قدوس است نایل شده باشد، و از جهت ارادی به مقام سر که حبس نفس است از هرچی مکروه پرورده و بر هرچی محبوب رسیده باشد. و این دو جمله مبین و روشن کننده علم و عصمت امام و فرع امامت هدایت به امر خداوند و هدایت به امر ذات مقدس احدیت، وساطت امام را بین
عالم خلق ما هستیم و عالم ام اثبات میتونه. و خود این فرهنم نشان دهنده اون که از اون اصله که ظهور اون اصله نشان دهنده و مشخص کننده علم و عصمت امام. شجره طیبه امامتی که آن اصل و این فرقی که جز به دست و ید قدرت ذات مقدس احدیت محاله پرورش بیوکش پرورش کننده خدا خدا. برای همین میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. صبر سید و شهدا ما در زیارت های بعضی از ائمه میخونیم یقین مقام یقین رسیدن حاصل شهدا ائمه همه رو دارن ولی حاصل شهدا یک مقام دیگه دارن یک بوی دیگه داره تربت سید و شهدا عرض شد تربت اینم عرض بشه شبای گذشته مفصلا درباره تربت سیشان صحبت شد ولی خاک خوردن برای اون آقایونی که قبلا نشنید خاک خوردن در اسلام حرام ولی ذره ای از تربت آقا سید و شهدا علیه السلام وقتی که همه دکترها همه چیز جواب دادن اون خداوند متعال جعل شفا فی تربته و عمل مرخان و دعا زیر قبه حافظ شهدا مستجاب میشه. زکریا چند صد سال قبل از ولادت آسل شهدا روز اول محرم از خدا فرزندی خواست که از او یرثنی و یرثن آل یعقوب یرث من از او از آل یعقوب و خداوند به برکت سید شهدا به او یعقوب به او یحیی را عطا کرد. این تو همین آیه تو همین سوره هست همین سوره ای که با کاف ها یا عین سعی شروع شد که باز عربیش یه بار یه شاعر خیلی قشنگ صحبت به هم بحث کرده میگوید یا قتیلا صبره المندوه من رب العباد حیث قال کاف ها یا عین سعی کربل الکاف و قد حل بها کل قتلت فیه بیان سبت سادات الملا و یزید یا اوه المعبود و العین قلا اتش السر فقد اضرب نارا فی الفرات وقت کمه ولی سؤال شده که درباره اتش سید شهدا بعضی ها حتی از شیعیان رد میکنن اتش روز کم عاشورا ولی متوجه نیستن اولین چیزی که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه و شریف در کنار خانه کعبه یا اهل العالم انا مهدی منتظر بعد میفرماید ان جدی الحسین قتلوه عطشانه و صلبوه آریان جد من حسین رو آقا داره بازم آقا امام زمان وقتی که انشاءالله به زودی زور میکنن میفرماید ان جدی الحسین قتلوه عطشانه جدمون با لب تشنه شهید کرد. کسی بخواد در دستگاه سید الشهدا شبهه بنداره مواظب خسر الدنیا و الاخره هر کاری بخوای بکنی بکن تو دستگاه سید الشهدا دخالت نکن. شبهه انداختن در دستگاه سید الشهدا یعنی عرش خدا رو لرزوند. همونطوری کسی که میره زیارت آزید و شهده مثل این که خدا رو در امام صادق ولی الله ناطق رئیس مذهب ما میفرماید زیارت جدم سید و شهده علیه السلام مانند کسی که خدا رو در عرش زیارت کرده مانند فردا روزی که وقتی آقا سید الشهدا همه از بین رفتن همه شهید شدن
درخواست میکنه. کیه من کمک میکنم؟ اولین کسی که جواب داد ذات مقدس احدیت محبین اهل بیت شیعیان. اینو بدونین شما، اولین کسی که جواب داد بدون واسطه ذات مقدس احدیت. ما اگر نمیدونستیم شما ها قدرت ده درکشون نداشته باشیم، ائمه به ما نمیگه. باید اولین کسی که کرد جواب داد ذات مقدس احدیت بود که من کمک میکنم. بعد آقا راه میدان شده، حالا مقاتل زیاده ولی انشاءالله حجا مصطفی قزوینی حجت الاسلام و المسلمین انشاءالله ما رو در چند لحظات دیگه انشاءالله مستفید میفرماید، توضیح میدن. مقاتل نمیشه آسید شما چطوری دست؟ همه رو فرستاد آسید شما، رئیس به این میزه، خودشم داره. هر کسی که شهید میشد آسید شما میرفت میوردش تو خیلی، ولی مانند فردا روزی خود آسید شهدا کسی نیست دیگه ایشون رو بیاره. مردی واقع نمونه امام سجاد علیه السلام بود که ایشون به قدرت خداوند متعال مریض بود، نتونستن و الا جونشون میخواستن برای پدر چندین بار جونشون میخواستن فدا بکنن، ولی میدونه مقام امامت، امامت باید دنبالدار داشته باشه. پیغمبر تمام ائمه رو اسپورد، این هم اهل سنت نقل میکنن هم شیعه. سلیمان ابن ابراهیم در کتاب ینابیع نودتش از خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که از پیغمبر فرمودن خلیفه های بعد از من 12 نفر، اول امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه، بعد امام حسن، بعد امام حسین، امام زین العابدین تا امام زمان ما را اسپورد. امام سجاد باید زنده میموند، خواست خدا همونطوری که خواست خدا در اینه که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده و سالم باشند تا وقتی که خداوند متعال که انشاءالله به زودی زود دستور فرج بیاد انشاءالله که تمام مردم دنیا همه از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، همه در انتظار یک منجی هستند که اون منجی خیر از امام زمان ما نمیتونه باشه. هرچی که خدا بخواد، اذا اراد الله بشیء ان یقول له کن فیکون، که انشاءالله ما تسلیت میگیم به آقا امام زمان ما. هزار خورده ساله هر سال کربلا رو میبینه، الحمدلله هر سال در چند سال گذشته داره بهتر و بهتر میشه، جمعیت بیشتر میشن، محبین اهل بیت بیشتر میرن. و یکی که عرض شد کاف ها یا عین ساید کربلا ها هلاکت سید شهدا، یا یعنی یزید لعنت الله علیه به هلاکت میرسونه اخی که حسین ها المؤمن دارن به از زینب میگن. عین آتش سید شهدا، اگر آتشی که بعضی ها حتی از شیعیان دارن باش مخالفت میکنن، خدا انشاءالله هدایتشون بکنه. اگر نبود پس حسن الفت برای چی شهید شده؟ پس حسن علی اصغر برای چی شهید شده؟ نام قاتل را بخونن
از حتی از نقل علت سمنان بخونه اینا متوجه بشن عطش شهده اینقدر عطش قلبه کرده با آسه شهده در چند ساعت چندین بار و سه روزه ایشون آب نخور چندی بار میرن با اون عجله اون گرمای کربلا گرمای عراق میرن با سوار اسب میشن حمله میکنن میجنگن بدن علی اکبر میارن بدن قاسم میارن هر کسی که شهید میشد آقا میرن اینا همه هم خسته میشه از انسان حتی اگر انسان عادی که باشن نیستن اینا آدم عادی هم که باشن بدن از بین میره آب نیست امام علیه السلام هم جد ما سه شهدا در کربلا مثل یه دودی میدید به آسمان از تشنه چقدر آتش بهشون قلبه کرده و با اون قلبه تشنگی آتش بازم جنگیدن از شیر به امام معصوم و حتی وقتی که خوردن زمین و قتلگاه بازم این شمشی شکسته رو نیزه رو بلند میگه که ببینم خیمه ها ببینم به حرم آسه شهده چی میگذره اونجایی رسید کسی نایمد طرف ها میترسیدم بیان طرف ها گفتم حمله کنیم به خیمه ها اگر حسین مرده که هیچ اگه نمرده بلند میشود حمله کردن آقا شمشیر خورده رو شمشیر شکسته رو و فریاد زدن به مردم من هنوز زنده هم به خیمه های من حمله نکنید بعد مقاتل میموزن که شن اومد اون جسارت بکرد در حالی که بی بی زینب سلام الله علیها در حال نگاه کردن ببین چی گذشت به زینب چی گذشت بی بی تازه اول مصاحبه و بچه ها رو جمع بکنم از گوشه این برای خیابون و فردا روز بعد از ظهر این خیمه ها رو آتیش زدن موازه بچه ها باشن از یک طرف حسین و برادراش شهید شدن از طرف دیگه بعد به موازه بقیه صبر رو بی بی زینب دست کم از صبر سرش بازانه هر شهیدی که میدید حضرت زینب صاحب ملاله ها میدید ولی چیزایی حضرت زینب دید که امام حسین هم ندید بعد از شهادت اسیر شده 40 منزل تن تا شام اون رو زنجی مواظب دخترها بودن امان از دل زینب مانند فردا روزی آسید شهدا کم کم روانه میدان شدن و این شاعری که دو بیت گفته روید میدان یوسف زهرا یک که با تنها یه زینب
به روی دست سر بود قرآن جام به من از کرد آمده بغلب زبان حال بی بی زینب سفرداروزی مه بدرم روب یه زیباید لگ لیه قدرم تا به موی تو مرا مرکب یا اخات آمن بوب سبردارم از گلوی تو دل زینب گشت غمخانه توی شمع و من چه پروانه ای برادر جان ای برادر جان تو خود میدانی دل زینب در خم گیسوی پریشانه خدا میداند جدا از تو روز روشن من چون شب تاره ختم کلام برادر جان لحظه آخر یه نگاهی بر عشق تفتان کن دیدین پدر که وقتی میخوا مسافرت باره بچه های کوچیک میان میشه پدر توقع دارن مخصوصا دختر 3-4 ساله توقع داره پدر بیاد ببوستش بغلش کنه خلاص این که یه وای به حال کسی که میدونه که پدر دیگه بر نمیکرد بعد این زبان حال بی بی زینب برای فردا روزی که آه سید شهدا میدونی چند ساعت دیگه چیکار میکنم با این بچه ها گوشواره هایشون رو میکنن از صورت از گوششون خون آلوده شون میکنن بیا یه بار دیگه خدا حافظی کن با اینا برادر جان لحظه آخر یک نگاهی بر عشق تفلان کن بگیران ها را در آغوشت جا نسیل ایران او سباران کن دل زینب یشت غم خانه توی شرع و من چو پروانه ای برادر جان ای برادر جان الله انت الله على قوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بابه في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوند و پروردگار فرج امام زمان ما را نزدیک بگردد انشاءالله. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. عاقبت تمام محبین اهل بیت را ختم به خیر بگردد. دشمنان اهل بیت را در هر جای عالم، در هر لباسی هستند، اگر قابل هدایت هستند پروردگارا هدایتشون کن و الا خار و ذلیلشون بگردان. مریضای تمام مردم در هر جای عالم هستند ان شاء الله شفای عاجل عنایت بفرمایید. این کرونا رو از بین ببر فضل کرم. اگر امتحان باشه خداوند، ما طاقت امتحان نداریم، خودت یک کاری بکن. به حق سید الشهدا تمام مریض ها شفای عاجل عنایت بفرمایید. رفتگان ما ذوی الحقوق، اونهایی که در سالهای قبل بودن و الان زیر خاک هستند، خدا یا اونا را قریب رحمت بگرد. مرحوم آیت الله عظما جمال الدین هاشمی بوقردانی و مرحوم حضرت آیت الله عبدالرسول مهدوی، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی مهدوی، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مهدوی و مرحوم سید حسن محمد حسن مهدوی که چند سه هفته قبل رحمت خدا رفتن، و تمام رفتگان شما و تمام محبین اهل بیت خداوند متعال مقامشون بالا بالاتر بگردان. نفعی از این مجالس برای آنها کنار بذار. تعجیل در فرج امام زمان. مردم، بهترین دعایی که میتونید بکنید هم برای دنیا و هم برای آخرت، دعای تعجیل برای امام زمان. کاری بکنید که امام زمان از ما راضی باشه. الحق ما رضیت و الباطل ما اسخط. حق اون چیزی که امام زمان ازش راضی باشه و باطل اون چیزی که امام زمان ازش راضی نباشه. خداوند ما را در راه حق، یعنی اون چیزی که امام زمان ازش راضی است، استوار بگردان ایشان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.